آنچه از حکم خدا شود به هر نکته ایام میدهد طریق بندگی به بندگان نشان. شرح توضیح مسائل است و شیوه عمل از کلام مرجعیت این سخن وقت بیان. حکم حج و روزه و نماز و بیع و حکم خمس آنچه مطلبش بود به بطن آیه ها نها. حکم عید شرعی و اباحه و صید و شکار جملگی به حکم مرجعیت گشت ترجمان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعد ما احاط به علمک. خدمت یکایک شما بزرگوارم عرض سلام و ادب و احترام دارم، عرض خوش آمد دارم به شما عزیزان به برنامه امروز. انشاءالله امروز هم برنامه رو بتونیم تقدیم حضورتون بکنیم که از کربلای معلا به صورت زنده و مستقیم قرار سوالاتی که شما در طول هفته برام ارسال کردین رو توسط کارشناس بزرگوار حاج آقای رفعتی پاسخ بدم. اونجا خدمتتون عرض سلام و ادب دارم. سلام، سلامت باشید، زنده باشید. سلام علیکم و رحمت الله، قبول باشه اعمالتون، عزاداری هاتون. انشاءالله اونایی که در جوار سید الشهدا هستن و عتبات عالیات خدا ازشون قبول کنه، اونایی هم که تو راه هستن انشاءالله به سلامت برسن، زوار همه به سلامت برگردن، اونایی هم که مشتاقن خدا روزیشون کنه. مثل هر روز تقدیم میکنیم این دعا رو محضر حضرت زهرا سلام الله علیها. امید هست با زمزمه شما دوستان هر جا که هستید این دعا مستجاب بشه، خدا به ما عنایت کنه، سال رو سال فرج امام زمان علیه السلام قرار بده. شب جمعه است، شب استجابت دعا و زیارت سید الشهدا علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خیلی متشکرم. تشکر میکنم، تشکر خاصی از اون بزرگوارانی که با تدقیق خودشون با دقت فراوانشون برنامه رو نگاه میکنن، همراهی میکنن، برنامه رو به عنوان کلاس درسی هم بتونیم در نظر بگیریم که بیشتر بتونیم استفاده بکنیم انشاءالله، و سوالات خودشون رو برامون ارسال میکنن. این نشون دهنده اینه که دغدغه های دینمون بیشتر از گذشته شده و به دنبال این هستیم که با یاد گرفتن مسائل شرعی زندگی های بهتر و راحت تری که روایات اینطور به ما گفته شده داشته باشیم. در برنامه بر روزهای پنجشنبه اینه که فقط سوالات شما بزرگواران رو پاسخ بدیم، لذا اگر دوستان سوالاتی به ذهنشون میاد حتما ارسال بکنن که اگر توی این برنامه هم نشد توی برنامه های دیگه خدمتون خواهیم بود. حاجا خدمتون هستم اگر صلاح بدین سوالات ان شاء الله. من مقدمه کوچیک عرض بکنم. خیلی از اشکالات فقهی و شرعی ما منشأ اجتماعی داره. بله. یعنی شخصی مقید به واجبات نیست. چرا؟ چون مشکلات زندگی براش عقده ایجاد کرده، برای اینکه ناراحته، برای اینکه از زندگی سیر شده، برای اینکه افسرده است. یعنی مشکلات اجتماعی. و خیلی از مشکلات اجتماعی منشأ اعتقادی داره، چون باورش نشده که دنیا اومده برای اینکه یه امتحانی رو در یک فرصت کوتاهی بده و بعد خدا او رو برای بهشت ابدی خلق فرموده. برای اینکه معنا و حقیقت توحید رو متوجه نیست، برای اینکه حقیقت عدل رو هنوز متوجه نشده، خدا سمیعه و بصیره نمیدونه یعنی چی، امام ها رو خوب نمیشناسه، امیرالمؤمنین امام حسین علیه السلام، امام زمان معصومین علیهم السلام رو خوب آشنا نیست. بنابراین خیلی از مشکلات به این طریق به ریشه اعتقادی میرسه. بنابراین خیلی بجاست ما تو بعضی از مسائلی که طرح میکنیم به ذهن انسانها میرسه و بعضا هم تو سوالاتتون توی مدتی که گذشت مشخص بود که براتون پیدا میشه که از یک مسئله شرعی
یک اشکال اعتقادی بیرون میاد که اگر اون اشکال اعتقادی طرح بشه، جواب داده بشه، انسان قانع بشه، مشکل عملیش هم حل میشه. همه مردم اینطور نیستن که باید البته باشن. یعنی بهترین نوع بندگی، بندگی بیچون و چراست. همونی که شما یه روز فرمودید، نباید چرا بگیم، باید بپذیریم. از باب عبودیت. چون ما چرا رو اول گفتیم و جواب گرفتیم. برای چی اومدیم؟ کی ما رو خلق کرده؟ وقتی که جواب رو گرفتیم و خدا رو شناختیم و فهمیدیم اون چه از دستورات به دست ما رسیده از طریق معصومین و با طریق معتبر به ما رسیده و خیر و صلاح ما درش هست، وقتی کلی رو قبول کردیم، نیاز به چرا چرا گفتن در جزئیات نیست. کسی که خیلی مثلا در شخصی که اموراتش رو به عهده گرفته سوال میپرسه، نشون دهنده اینه که باور نداره. بابا به عنوان یک مدیر رئیس، به عنوان یک مسئول و مدیر این مجتمع، من خیلی قبولش ندارم. نه، سوال من برای یاد گرفتنه، برای یاد گرفتن هیچ مشکلی نداره. اما وقتی سوال من برای اینی که میخوام متوجه بشم شاید اشکالی در کاره، شاید درست نیست اینطوری، یعنی سوال از روی تعجب، سوال از روی انکار، سوال از روی استهزا است، خدای نکرده. و مشخص از سوالی که بعضیا میپرسن که هدف چیه، اینه که درست نیست. بنابراین ما اصل رو درست کردیم و سوالهایی رو که بر این اساس مبتنی میکنیم بیشتر برای یاد گرفتنه. میخوایم حقیقتاً بدونیم که چه آثاری در بحثی که شروع کردیم و انشالله شنبه ادامه میدیم، قصاص حدود دیات مرتب میشه، مقدمش طولانی شد. اما علی حال اگر سوالی اعتقادی و اجتماعی و اخلاقی هم تو این زمینه بود، حتما طرح کنید. درسته مسائل شرعیه، اما اگر ریشه در مسائل اعتقادی داره، حتما ریشه‌ش رو طرح بکنید. ما همیشه از سوالای شما استفاده میکنیم. قطعا همینطور که سوالات رو مطرح بکنیم، ببینیم، بشنویم، سوال بپرسیم، جواب بگیریم، اعتقاداتمون هم قوی تر خواهد شد. حالا مثلا انگوش میذاریم رو مسئله حجاب. یه مسئله شرعی داره. در نماز باید زن تمام بدنش پوشیده باشه. در بحث ازدواج، در بحث روابط، در بحث نگاه کردن، کم کم خود به خود به بحث اجتماعی کشیده میشه. خیلی از این مباحث مباحث اخلاقیه. جدا از هم نیست اینا. بله، یعنی وارد بحث اخلاقی این مسئله میشه. در شرع میگه دست دادن با نامحرم جایز نیست، نگاه کردن به نامحرم جایز نیست. همین سوالی که در بحث نگاه ما مفصل دو سه جلسه بحث کردیم. اما کم کم وارد بحث اجتماعیش میشه که ارتباط زن و مرد چگونه باید باشه. در بحث شرعیش میخونیم مرد و زن در یک اتاق جایز نیست تنها باشن. اتاقی که رفته شد درش به سختی صورت میگیره، یعنی در بسته است. اما از نظر اجتماعی ما نگاه میکنیم، از نظر اخلاقی به ما میگن شیطان قسم خورده که سومیش باشه. به ما میگن شیطان کارش اینه که از طریق جنس مخالف قوای شهوانی انسان رو تحریک میکنه. انسان اینطور آفریده شده و چنین نقطه ضعفی در مسئله شهوت داره. شیطان این نقطه ضعف رو میدونه و مباحث اجتماعی و اخلاقی این بحث. بعد برمیگردیم نگاه میکنیم بیشه در مسائل اعتقادی داره. یعنی چی؟ یعنی اگه کسی واقعا در مسئله توحید قرص و محکم شده باشه و باور داشته باشه که خدا در خلقت بین مرد و زن فرق گذاشته. یه سری چیزایی که امتیاز برای مرده، امتیاز برای زن نیست و برعکس، امتیازاتی که برای زن هست برای مرد و بقیه جهات، یک بحثی است. هم مسئله شرعی داره، هم بحث اخلاقی داره و هم مباحث اعتقادی داره. اگر عقیده ما نسبت به حجاب کامل بشه، به دنبالش عقیده ما در مباحث اجتماعی و باورهای ما و همچنین مطابقت ما در مسائل شرعی. خیلی متشکرم و جا ممنونم. سلام کردن و پرسیدن با توجه به صحبت‌های حاج آقای رفعتی، یعنی با انجام احکام شرعی با آنچه خدا فرموده میرسیم. یه روایتی هست، حدیث قدسی از حضرت حق که میفرماید عبدی اطعنی اجعلک مثلی او مثلی، یعنی بالاتر از این که میرسیم، خدایی میکنیم، صفات خدایی در بنده پیدا میشه. تو روایتی است اگر کسی 40 روز خدا رو خوب بندگی کنه، تو بعضی از روایت هست 40 روز کارهاش رو برای خدا خالصاً مخلصاً انجام بده، این انسان چیزهایی براش منکشف میشه، این انسان حکمت بر زبانش جاری میشه، این انسان بقیه آثار، یعنی یه چیز دیگه میشه، یعنی به حقیقت وجود خودت پی میبری، یعنی حقیقت انسان خلیفت الله بودنش براش روشن میشه. چرا انسان با بقیه موجودات فرق میکنه؟ به این میرسه، از حقیقت زندگی لذت میبره، دیگه تلخی مشکلات براش شیرین میشه. کار این انسان به جایی میرسه که شما نگاه میکنید در حالات اولیاء خدا چگونه از زندگی خودشون بهره میبردن.
غرق در مشکلات و سختی ها بودن، اما در عین سختی ها و مشکلات از نعم الهی لذت می بردن. علی حال به این بزرگوار عرض میکنید، به جایی میرسید در اطاعت و بندگی خدا که کن فیکون میکنید، در عالم تصرف میکنید، یعنی میتونید این تصرف رو بکنید. اما همونطوری که اولیاء خدا از این قدرت استفاده نمیکردن، شما هم استفاده نمیکنید. شیرینی سختی کشیدن، همدردی کردن با اولیاء خدا براتون شیرین تر از استفاده از این قدرت هاست. بله قطعا کسی که خدا رو بندگی کنه، اطاعت کنه، واجباتش انجام بده، محرماتش رو ترک کنه، یه انسان دیگه میشه. حقیقت یک خلیفت الله روی زمین خواهد. حتی رو فراموش نکنیم این علت دوام باید باشه، چون یه وقتایی ماها یه روزای خوبیم یه روزای نیستیم، یعنی اگه بخوایم ترسیم بکنیم روزهامونو چپ و راست خیلی داریم، خط مستقیم کامل نیستیم. طبق اون روایتی که اگر اشتباه میگم تصحیح بفرمایید، شخص خدمت پیامبر رسید، عرضه داشت که ما وقتی پای صحبت ها و منبر شما میشینیم حالاتمون دگرگون میشه، ولی وقتی وارد بازار میشیم اونها رو از دست میدیم. حضرت فرمودن که اگر توی بازار هم میتونستین خودتون رو نگه دارین، با ملائکه مصافحه میکردین و روی آبها راه میرفتین. یه وقتی پای اینجور برنامه ها، پای سخنرانی ها، منبر ها، شبای احیا، ایام محرم، ماه رمضان خیلی بهتر میشیم، حالات قشنگی هم پیدا میکنیم. ولی میرین توی بازار، ایام بال عید میشه یا روزهای متفاوت، جشن ها، از دستشون میدیم متاسفانه. آدم شجاع وقتی خوابم هست شجاع یا نه؟ شجاعه. هر کجا باشه شجاعه. آدمی که بدن قوی داره، همه جا بدنش قویه. آدمی که عادله، کار درسته، همه چیز رو سر جاش میگذاره. آدمی که عالمه، تمام این صفت ها که به اصطلاح بهش میگیم ملکه، وقتی رسید به مرحله ملکه شدن دیگه در هیچ کجا فرقی براش مالک اشتر میگه اگه شب تاریک پا بگذارم روی کیوان بد صدایی مثل معذرت میخوام سگ، صدایی ازش تو صورت من مهیب بلند بشه، ضربان قلب و رنگ صورت مالک اشتر تغییر نمیکنه. خب ملکه شجاعت رو داره، شب و روز دیگه براش فرق نمیکنه، میدون جنگ و جای دیگه براش فرق نمیکنه. مثل شخصی که بالاخره توانایی رانندگی پیدا کرده دیگه، جاده پیش و خم و صاف و گردن و اینا، کسی که ملکه شده براش خیلی فرق نمیکنه. نمیگم سختیش به یک اندازه است، اما ملکه همه جا به دادش میرسه. طبیعتا تو مسجد و ماه رمضان با تو بازار فرق میکنه، اونجا باید تلاش بیشتری بکنی، باید حواست بیشتر جمع باشه. تو اتوبان کافی آدم یه خورده حواسش باشه، اما توی گردنه باید آدم دائم حواسش باشه. آدم وقتی توی محیطی یا توی شلوغی، تو تعطیلی، هر کس خودش رو میشناسه دیگه، تو کدوم فضا شل میشه، تو کدوم فضا تحریک بیشتر میشه، اونجا باید بیشتر مراقبت کنه. اما وقتی ملکه رو داشته باشه میتونه مراقبت کنه. مشکل ما اینه که اون ملکه رو هنوز پیدا نکردیم. اما به قول شما شل کن صف کن داریم، یعنی یه روز خیلی خوبیم، یه روزی تلاش بکنیم. ملکه یه روزه به دست نمیاد، یک ساله به دست نمیاد. اونایی که زود به دستش میارن خیلی زحمت کشیدن، خوشا به حالشون. اما به قول استاد ما حضرت عایشه رازی میفرمودن اگه 40 سالم طول کشید تا این ملکه رو به دست آوردید، ارزش داره. بسیار خوب. فقط این رو فراموش نکنیم که به حال نیاز به یه مقدار حرکت و سخت هم هست. قرار هم نیست بگیم آسونه. ان شاءالله که بتونیم به اون مرحله برسیم. سلام کردن. عرض کردن اگر کسی توبه کند از گناهانش، حد باز هم به گردن اون هست یا ساقط میشه؟ بعضی از حدها نه ساقط نمیشه، ولی بعضی هاش ساقط میشه. اگر کسی اون حدی که مربوط به حقوق الناس هست انجام داده باشه، با توبه کردن گناهش از بین میره، خدا میامرزتش، اما حدش باقیه، مثل تهمتی به کسی زده باشه. اما بعضی از اونها نه، مثل همونی که عرض کردیم دیروز نگاهی به نامحرم کرده، بسیاری از حدود با توبه ساقط میشه. بین ماست و بین خدای ما، اینطور نیست که آبروی از کسی برده باشیم. خطایی کردیم، از ما صادق، اذیتی به کسی نرسوندیم، ظلمی به کسی نکردیم. حالا من دیگه شرح نمیدم، ان شاءالله میذارم برای شنبه. اما بعضی از حدود با توبه ساقط میشه، خودتونم به رساله مراجعه کنید بیان کردن. اما اونایش که مربوط به حق و ناسه، نه، با توبه کردن ساقط نمیشه، حتما باید طرف مقابل رو هم رضایتش رو به دست آورد. بنابراین جای امید هست،
اینطور نیست که اگر کسی گناهی رو مرتکب شد بین خودش و خدای خودش و حدی هم برش جاری نشد، کسی ازش شکایتی نکرد، خودش هم اعترافی نکرد، آبروداری کرد، خدا هم آبروش رو نبرد و واقعا توبه کرد، بگیم نه این گردنش هست و روز قیامت شلاق میخوره. نه اینطور نیست، خدا کرمش بالاتر از اینه. اگه یادتون باشه ما بحث استحقاق را و فعلیت عقاب رو ترک کردیم. این عقوبت ها استحقاقه، یعنی کسی که این گناه رو انجام داده مستحق چنین عقوبتی در دنیا هست، آخرت که دیگه مشخصه عذابش دردناکتره. بنابراین آدم بترسه. یه وقتای انسان مرور به گذشتهش میکنه، میبینه که اگر بنا بود به خاطر گناهاش حد بخوره و تعذیر بشه چقدر باید، انقدر باید بدنش سیاه و نیلی بشه از ضربات عقوبت که دیگه جای سالم تو بدنش باقی نمیمونه. خدا تعالی آبرو ما رو نگه داشت، آبرو ما رو نبرد، لطف کرد که به ما بازم فرصت بده توبه کنم برگردم. مثل چنین شبی هر جایی که هستید، اگر تونستید دعای کمیلی، مسجدی، حسینیه، حرمی، اگر هنوز اقدام نکردید اقدام بکنید. بهترین جا که کشتی نجات هست و شستشو دهنده گناهان زیر گنبد امام حسین علیه السلام حاضر بشید. از خدا بخوایم با همه وجود که دیگه آخرین گناهامون باشه. نمیدونیم چقدر از عمرمون باقی مونده، اگر ساعتی بیشتر از عمر باقی نمونده از خدا بخوایم که تو این ساعتهای باقی مونده همونطوری که سحره بنی اسرائیل رو با یک برگشتن آمرزید و اهل بهشت قرار داد، تمام عمری که بر فرعون سجده کردن نادیده گرفت و اونها رو جز اولیاش قرار داد، ما رو هم ببخشه و جز اولیاش قرار بده که امام حسین چنین مقامی رو پیش خدا دارن. انشاءالله خدا کنه که اینطور باشه. سوال باز هم از فضا خارج نیست، در رابطه با همین حدود هم سوال پرسیدن. سلام کردن خدمت شما، مگر نمیگید اسلام دین کامل؟ پس چطور در این دنیا که اینقدر پزشکی پیشرفت کرده تا جان انسانها رو نجات بدهند، اما با اجرای حد دست و انگشتان رو قطع میکنند؟ بله خیلی خود اعتقادی داره این سوال. خیلی عالیه که سوالتون رو میپرسید. بعضی از جوانها میگن که ما سوال خیلی داریم، اما چون که میترسیم سوال بپرسیم ما رو بگن کافر شدی یا مرتد شدی سوالمون نمیپرسیم. نه اینطور نیست، کسی شما رو با سوال مرتد و کافر نمیکنه. اگر هم دیدی که دو نفر عصبانی شدن، خب اونم بالاخره سنش ممکنه بالا باشه یا حوصله‌اش نباشه که جواب شما رو بده، دلیل نمیشه که کار شما اشتباهه. بازم بپرسید از دیگران، نگذارید سوالاتتون بدون جواب بمونه. اما سوالی که این بزرگوار پرسیدن شاید خلاصش اینه، خدایی که انقدر براش انسانها محترم و عزیزن که میگه اگر احتمال میدی با این عمل تو کسی ضرری بکنه، یا خودت اگه آمپول بزنی چشمات ممکنه از کار بیفته، حق نداری. احتمال میدی اگر این ته سیگار رو اینجا بندازی نه آدم ها، نه دست و پا، مغازه ها بسوزه، جایز نیست. انقدر به مال و انقدر به اعضا بیشتر از مال و عرض و ناموس اهمیت داده که این ستا جزء محتملات مهم است، محتملات منجزه است، به اصطلاح یعنی احتمالش هم عقاب آوره، عقوبت میشه اگر کسی اهمیت نداد. آقا یه غذایی رو دید بو میده، احتمال داد خراب شده باشه و احتمال میده که اگر این غذا خراب باشه با بقیه غذاها فرق میکنه، یا مزاج خودش مزاج سالمی نیست، احتمال داد اگر این غذا رو بخوره ممکنه بیماری بگیره و زخمی بگیره که زمینگیرش کنه و اتفاقا این هم شد. این اگر با این مریضی از دنیا بره میگن خودکشی کرده، یعنی احتمال میداد تا مطمئن نبود، اما حق نداره با این احتمال. یعنی اینقدر جان آدم ها و اعضا آدم ها و اموالشون تو شهر مقدس اهمیت و ارزش داره، پس چطور دستور میده دست دزد را قطع کنید؟ پس چطور بالاترش من به شما بگم فی القصاص حیاتون، چطور اجازه میده کسی که یه آدم کشته اونم کشته بشه؟ خب یه کشتن اتفاق افتاد، بیچاره الان پشیمونه، میگه عصبانی شدم، بالاخره یه حرفی زد من تحمل نکردم و فلان، علی حال یعنی با قصد بوده، اما میگه بالاخره اشتباه کردم حالا پشیمونم، منو ببخشید. ولی صاحبان دم حق قصاص دارن، پشیمونم شده باشه خدا ممکنه گناهش رو بیامرزه، اما حق مردم از بین نمیره. ولی یه دم میتونه قصاص کنه، این حکم شرعه. ممکنه کسی بگه خب یه نفر از بین رفته، چرا یه نفر دیگه از بین بره؟ اولا شرع در کنار قصاص فرموده وگر ببخشید برای شما بهتره، عفو کنید ثواب دنیا و آخرت رو. اگر جنایتکاری جنایتکاری نیست که بر جنایتش اصرار داشته باشه، توبه کرده پشیمون شده، شما ببخشیدش.
این چیزیست که خواسته، اما از اون طرف حق اون هم از بین نمیره. ممکنه صاحب دم نگاه میکنه اون مقتولش، اون شخصی که بالاخره عزیزش بوده، بیرحمانه کشته شده. خب بالاخره اون از اون طرف شما لحظه خودتون رو جای اون کسی بذارید که میلیون ها از اموالش دزدیده شده، به خاک سیاه نشسته، حالا اموالم دیگه بر نمیگرده، رفته. میگه خب هیچی که به هیچی، اینم ول بشه بره. حالا توبه کرده، این فرد دوباره اومد دست به این کار زد، این که طبعش فلان، خود شما راضی نمیشه. خود اون کسی که صاحب دم هست میگه این ظلمه، این عدل نیست که یکی از ما کشته بشه و اون طرفی چی راحت بگرده. طبیعتاً این اختیار رو به صاحب دم داده شده شرع. البته در بریدن دست دزد، کسی که مالش دزدیده شده این اختیار رو نداره، این حکم خدایی است که انشالله به جاش خواهیم گفت. اینطور نیست که اختیار دست کسی بوده باشه، اما شرایط داره. خلاصه جواب شما اینه، اینا رو مقدمه عرض کردم، جوابش این نیست. اجمالاً جوابش اینه که فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، یعنی با کشته شدن کسی دیگران زنده میشن، با بریده شدن دست دزدی ها متوقف میشه. دیروز یه اشاره کردیم، بازدارندگی، بله، مسئله بازدارندگی، مترسک بودن، ترسوندن مردم. کلمه مترسک معنای حقیقیش منظور ما نیست، مشخصه، چون بالاخره ما پرنده که نیستیم، ما انسانیم، بنابراین اینم مترسک نیست، شبیه. میگن در شباهت باید از جهت شباهت فقط نگاه کنید، نه از همه جهاتش. به این معنا که خدا میخواد بندگانش را بترساند که در این محدوده نیایید. تو بعض از روایات داره کسی که در کنار پرتگاه هیرا میره، احتمالش هست یه وقتی پاشریز بخوره داخل پرتگاه بیفته. مسلمونا دست به اموال مردم نزنید، نگاه به مال مردم نکنید، چون ممکنه بیفتید توی دزدی، و اگر افتادید تو دزدی، انسانی که دزدی میکنه مستحق بریده شدن 4 انگشت دستش هست. این برای ترسوندن، این برای بازدارنده بودنه. حالا اگه خدای نکرده کسی این کار رو، این خلاف رو انجام داد، وقتی میایم در مرحله فعلیت و تحقق و عقوبت، میبینیم خیلی شرایط هست که عملا بعضی از این شرایط اجرا شدنی نیست، یعنی جاری شدن حد رو به عقب میندازه یا مقدور نمیکنه. من حالا از شما سوال میکنم، شما اگر خدای نکرده قسمتی از بدنتون عفونت کرد، این عفونت داره کم کم میاد بالا، 2 کار میتونید. یکی اینکه رها کنید این عفونت بیاد بالا بزنه به قلب، همه بدن رو از کار بندازه. 2 این انگشت رو ببرید تا عفونت به بقیه بدن سرایت نکنه. عاقل چیکار میکنه؟ پول به طبیب میده، دستش هم میبوسه، میگه آقا این انگشت منو و انگشتای منو ببر تا عفونت به بقیه بدنم نرسه. شما این رو الان در مسئله عرفی پذیرفتید، چون انگشتی که عفونتی شده، این بودنش ضررش بیشتر از نبودنشه. یه وقتایی ضرر زدن به بعضی از اعضا بهتر از بودن اونهاست. چرا؟ چون بودنشون ضرر بیشتری خواهد داشت. من دارم اشاره میکنم به بعضی از جوابهایی که در این مسئله هست، که انشاءالله عزیزان هم دقت میکنن، مطالعه میکنن، تأمل میکنن، جوابهای دیگری رو هم به ذهنشون خواهد رسید که جاری شدن حدود قطعا مصلحت عامه مردم درش هست. ممکنه یک نفر ضرر میکنه، اما عده زیادی تو دنیای عقلای امروز شما نگاه میکنید، میگن آقا فلان تشریح و فلان شرع قبول نمیکنه بعضی از این اقسام را، اما عقلا میگن چاره ای نیست. چرا؟ چون ما وقتی این عمل را با این بدن انجام میدیم، علم ما بیشتر میشه، توسط این علم ما عده زیادی رو میتونیم نجات بدیم. یعنی بعضی از چیزهایی که یک نوع خشونت درش به نظر میاد، اگر از نظر عقلا فواید زیادی برش مترتب بشه، ترجیح میدن اون خشونت را به خاطر این جهاتی که برش خواهد بود. بنابراین هم عقلایی است و هم اتفاقا زیباترین نوعش رو ما در شرع نگاه میکنیم و میبینیم. بذارید من یه نمونه دیگه شو عرض بکنم که باز بدتر از بریدن دست و مسئله قصاص یک آدم جنایتکاره که آدم کشته. حد ارتداد که واقعا تو دنیای امروز خیلی صدا کرده، مرتب هم مورد شبهه و اشکال قرار میگیره. جوانهایی که یه مقداری آشناییشون کامل نیست به دین اسلام، فورا سوال میکنن شما مگه نمیگید لا اکراه فی الدین؟ پس چطور هست که اگر یه کسی دست از دین برداشت میگید مرتد شده و باید کشته بشه؟ جوابش اینه که این حد هم مثل بقیه حد هاست، شرایط زیادی داره. هر وقت شرایطش محقق شد، حاکم شرع به شما اجازه داد در مورد شخصی این حد رو اجرا بکنید، بازم عرض میکنم با شرایط خیلی زیادش. پیداست مصداقش کیه؟ کسی که ایستاده مقابل اهل بیت، کسی که داره ناسزا و سب میگه، کسی که با عقیده مردم داره بازی میکنه. و
و از روی تعمده، یعنی شما دلیل براش میاری، برهان براش میاری، پیداست ابو جهلوار داره عناد میکنه و نمیخواد بپذیره و داره میجنگه با عقیده شما و ضرر و مضر وجودش این همون انگشتی که عفونتی شده. من از شما سوال میکنم این آدم رو چیکارش بکنید؟ یا مثلا کسی که در میدان جنگ اسیر شده، اگه یادتون باشه در بحث عبید و اما اینو ما طرح کردیم عزیزانی که برنامه، عبید و اما یعنی بردگی، میگن اسلام بردگی داره، اونجا گفتیم اگر اسلام اینو رهاش کنه چی میشه؟ یه کسی که به جنگ شما اومده و الان اسیر شما شده، خب پیداست تا نجنگیده بود کینش 10 تا بود، حالا که جنگ هم کرده و کشته هم دیده کینش کم که نمیشه، بیشتر هم میشه. او از شما خبر نداره، او با شما آشنا نیست، او با زیبایی های اسلام شتوشو مغزی داده شده. باور ما این اسلام دین زیبایی هاست. کافیه این بیاد تو محیط ما قرار بگیره، کافیست این بیاد تو زندگی های ما نظافت را، طهارت را، اخلاق را، احترام را، شخصیت دادن را ببینه، شما کمکش بکنید، شما تأمینش بکنید، شما دستشو بگیرید، علاقه پیدا میکنه. مثلا سرنوشت اون برده ها رو توی اسلام ببینید که به کجاها رسیدن. بعدا میفرماید که آزاد کنید فلان، دیدی در همه کفارات، یعنی عمده کفارات اولش چی بود؟ آزاد کردن برده. یعنی چی؟ یعنی اسلام اصلا نه فقط بردگی نیست، آموزشه، یه کلاس تربیتیه. بردگان گرفته شدن، آموزش دیدن، الان باید راه بشه. بله، بعدم میفرماید آزادشون کنید. به بهانه‌های مختلف، یا واجب کرده یا مستحب کرده، که از یکی از زیباترین نذرها نذر آزاد کردن بنده بوده، یا قسم خوردن به اندک چیزی، با ازدواج کردن، با بچه دار شدن، با یه مقدار خودش رو خریدن میتونه خودش رو آزاد کنه و بقیه جهاد. بنابراین نگاه میکنیم به هیچ وجه ترویج بردهداری نیست، چون بهتر از این است که ما او رو بگیریم توی زندانی خرجش رو بدیم و بعدم بمیره، هیچ بدون هیچ فایده ای، یا او رو تو میدون جنگ بکشیم از چیزی به نام اسیر ما دیگه نه، یا برش گردونیم آقا از همون راهی که اومدی برو، که دوباره بره اسلحه برداره بیاد یه دی رو از بین ببره. میبینیم بهترین کار رو اسلام کرده. در بحث اجرای حد مرتد هم همینطور، اگه همه شرایطش محقق بود ما نگاه میکنیم اگه این حد اجرا نشه عده زیادی رو بیدین میکنه. اگه چنین ترسی را از ارتداد اسلام در دل مردم قرار نده، یکیسی خیال میکنه اسلام هم مثل خونه است، امروز این خونه رو میخره یا این فرش رو میخره، فردا میره فرش دیگه نمیده که دیگه میگیره. اسلام چیزی نیست که شما با میل خودت روز عوضش کنی، شب به جاش یه چیز دیگه اختیار کنی. عقیده از خون و از جان و از رگ و از نور چشم و از تمام احساساتت مهمتره، قابل بازی گرفتن نیست. شما نسبت به ناموست غیرت داری، اگه تو دنیای امروز کسی این کار رو تبدل ناموس رو قرار بده میگن این دیوانه است، این اصلا از انسانیت به دوره. تو ناموس این رو میفهمیم، اما تو پرستش و تو معبود نمیفهمیم. او بالاترین حرمت ها رو داره، بنابراین نمیتونی یک روز خدات رو گاو قرار بدی، فردا خدات رو ماه قرار بدی، پس فردا خدای وحده لا شریکه، الله و هر دقیقه یه چیز رو از خدا خوشت نیاد بخوای اصلا منکر خدا بشی، هر لحظه بشه بله. که با تعیار در آمد. بنابراین دنبال این هست که اسلام ما رو در عقیده مستحکم کنه، با این شرط که عقیده رو با دید باز بپذیریم که مورد استهزا و بنابراین مجموعه رو انسان باید با هم ببینه. طولانی شد، ببخشید. بسیار خوب. فقط اجازه بدید دقت بکنیم که نزدیک پرتگاه‌هایی که اسلام این حدود رو براش گذاشته نشیم، ما شخصا خودمون رو مسئول ندونیم این چیزا. میگم حالا ما که الحمدلله به این مراحل نخواهیم رسید. به خدا پناه می‌برم. سلام. آیا می‌شود کتاب دعا یا مهر از حرم‌های شریف به عنوان تبرک برداشت و به خانه برد؟ اگر کتاب و مهر وقف اونجا نیست از متولی سوال کنید. میگه آقا من خودم از بالاخره پولایی که از اینور به دست میارم این کتابو خریدم اینجا گذاشتم یا این مهر خریدم، وقف نیست، اجازه ازش بگیرید بردارید، بجاش پول بهش بدید یا یه چیز دیگه جاش بگذارید، یا آقا من اینو برمی‌دارم بجاش 5 تا دیگه کتاب میارم میذارم. اما اگه اینطور نیست، که غالبا هم این بزرگواری که سوال کردن احتمالا منظورشون حرمای اهل بیت، خب اینا که میان میذارن غالبا وقفه. خب اگه وقت بوده باشه خارج کردنش درست نیست. بله، مگر اینکه خود متولی اینها کهنه شده میخواد برداره جاش بگذاره و صلاح میبینه که یا با اجازه حاکم شهر اینها رو به مردم بده به عنوان هدیه یا به مساجد و حسینیه های دیگه تقدیم کنه، اون دیگه اشکالی نداره که اگر با اجازه بوده باشه. ولی اونی که وقف هست نمیتونید. لذا غالبا همینجا از ما مردم سوال میکنن آقا ما یه دونه مهر اشکالی نداره برداریم، به جاش 10 تا بسته مهر میگیریم میاریم میذاریم. بهشون میگم 10 تا بسته مهر بگیر بیار بذار، یکیشو بردار نماز بخون، همونو با خودت بردار ببر، فرقی نمیکنه این با اون، اینو بر ندار،
اگه میخوای احتیاط کنی. علی حال این جهاد رعایت بشه. یا مثلا بعضیا میگن از روی زری پارچه یه چیزی میفته، خب طرف انداخته، احتمالش هست گذشته تبرک، فردا بیاد علامتی چیزی هم نوشته برشه، احتمالش که هست، بنابراین نمیتونیم تملکش کنیم. اگر میخوای خودت یه پارچه بردار به زریح بکش، متبرک کن، با خودت ببر. حضور این تسبیح هایی که تو مساجد حسینی های وقتی میذارن برای بحث خارج کردنش که تقریبا مشخص، یه وقتی اینها رو جا گذاشتن، بعد کسانی که میان متولی مسجدن برمیدارن یه جای آویزون میکنن، برای نماز خوندن و ذکر گفتن همیشه استفاده کردنش اشکالی نداره، ولی اگر بعد صاحبش پیدا شد و گفت راضی نیستم، مبلغش را یه جور بالاخره رضایتش به دست بیارن. ولی بهترین نوع استفاده است. فکر نمی‌کنم کسی از این ناراحت باشه که تسبیحی که تو مسجد جا گذاشته یا مهری که تو مسجد جا گذاشته یا تو نمازخونه‌های بین راه‌ها، طرف میاد نگاه میکنه که آقا مهرای کثیف و شکسته و فلان، و بالاخره یه چیزی میگذره یا جنماز خودشو میذاره اونجا که مردم استفاده کنن، یا جا میمونه، بعد میگه خب الحمدلله خوب جای جامون، بذار مردم استفاده کنن ازش. بسیار. با سلام و خدا قوت، لباس چه موقع از شباهت به کفار بودن خارج میشه؟ فکر میکنم با سوال خودشون جوابش هم مشخصه. لباسی که تشبیه کفاره، اگه به خاطر عکسیه که روشه، مثلا عکس صلیبه، زمانی که عکس صلیبش برداشته بشه، یعنی یا اون قسمتش بریده بشه، شبیه یک درخت بشه، به حالتی که از صلیب بودن خارج بشه. حالا ممکنه کسی بگه من لباس دیگه روش میپوشم یا یه چیزی روش میدوزم، بله یه طوری که محو بشه اشکالی نداره، ولی بهتر این هست که کلن برش داریم، نه اینکه، چون ممکن اون پارچه روش بازم از بین بره و اون زیر پیدا بشه. بنابراین مثل اینکه یک علامت صلیبی روی کاغذی نوشته شده، شما میتونید اینو روش خط بزنید، اما اگه با خط خوردن از بین نمیره، خط از بین میره ولی صلیبه باقی میمونه، بهتر اینه که اون سوزونده بشه یا پاره بشه یا دفع بشه، از بین بره. بعد یا مثلا خود لباس، نوع لباس، لباسی هست که تشبیه به کفاره، لباس مسیحیاست، لباس یهودیاست، پوشش بودایی هاست، پوششه، دیدید که لباس های خاصی دارن، از اونهاست. خب اون با تغییر رنگش، با تغییر مدل دوختش، میشه انسان از اون حالت خارجش بکنه، مثلا لباس بلندیه کوتاهش بکنه، رنگش پرتغالیه مثلا سیاهش بکنه یا سفیدش بکنه، یه شکلی که از لباس کفار بودن خارج بشه. از لباس شهرت رو هم توضیح میدین؟ ما یه برنامه داشتیم راجع به لباس شهرت، گفتیم لباس شهرت اون نیست که او رو انگشت نما میکنه، باعث استهزاء مردم، کوچک شدن شخصیتش میشه، و از این جهت هست که اسلام میخواد حرمت شخص حفظ بشه، این لباس رو تحریم کرده. ولی اگر نه، لباس لباس عادی هست، فقط توی این منطقه که رفته، توی این منطقه این لباس رو ندارن، از روی تعجب بهش نگاه میکنن، این ظاهرا مشکلی نداره، اگرچه اون هم ترک بکنه بهتر هست. بنابراین الان تو همه دنیا این هست، لباس ملی هر ملتی در جای دیگه محترمه، اینطور نیست که لباس شهرت بوده باشه، اما یه کسی رنگ لباسی رو، بله مثلا، یه رنگ خاصی رو میپوشه، یک نوع دوخت خاصی، یک شکل خاصی که انگشت نما و باعث استهزاء مردم میشه. دیدید بعضی تو بعضی مناسبت ها برای خندوندن مردم یه لباس های قرمزی، شکلک های خاصی، بله این حالا ممکنه از جهت نمایش، نه به غرض پوشیدن، اما اگه قرارشون این لباسش بشه بین مردم، مثل مثلا توی ورزشگاه ها لباس های خاص میپوشن یا اشکال خاصی به سر میذارن. خیلی مشکل. یکی از دوستان بزرگوار مطلب قشنگی میگفت، میگفت بهترین لباس لباسیه که اگر دعوت باشین پیش امام زمان اون رو میپوشین، بهترین لباسیه، ببینید چه لباسی حضرت میپسندن، انشاءالله که مزین به لباس تقوا باشه. فاصله کوتاهی میگیریم، راه ارتباطی رو با برنامه میبینیم، انشاءالله که بهانه خوبی باشه تا سوالاتتون رو ارسال بکنیم و انشاءالله به جواب سوالاتتون برسیم. بسیار خوب، تشکر میکنم از دوستانی که کماکان بیننده برنامه هستن. انشاءالله که توی کربلای معلا نواب زیارتون هستیم این روز پنجشنبه و شب جمعه، شب خاصه زیارتی مولامون امام حسین علیه السلام. انشاءالله که به زودی زود شما هم یه شب جمعه اینجا باشین، تحت القبه ما رو دعا کنید. جا سوال پرسیدن، با سلام، دختری که از سن بلوغش گذشته ولی به خاطر بیش فعالی گاهن روسری سرش
حالا یا روسری سرش نمیکنه یا به حال حجاب کاملی نداره. وظیفه اطرافیان پرسیدن چیه و اصلا نگاه کردن به موی او اگر به نیت ریبه نباشه هم جایز یا خیر؟ بله، غیر از مسئله چون نگاه ریبه به هر چیز جایز بله. نیست. خود این نگاه کردن به موهای دختری که بالاخره از سن فهمش گذشته نیاز به بلوغ نیست، حتی قبل از بلوغ هم جایز نیست. دیگران وظیفه دارن نگاه نکنن، اما خودش تکلیفی نداره. اگر واقعا فهم درستی نداره، متوجه نیست، تکلیف ازش ساقطه. دیگران سعی کنن او رو مستور نگه دارن، یه جوری یادش بدن تو فضای عمومی قرار نگیره، تا اونجایی که میشه کمکش بکنن که یا روسری براش درست بکنن که اثرش باز نشه، اما مقدارش که دیگه تمکن برش نیست ساقط میشه. دیگران سعی کنن که نگاه نکنن، عادی نشه براشون. متاسفانه تو بعضی از جاها، خب حالا ایشون که معذوره، یک فرهنگای اشتباهی شده، مثلا پسر عمو، دختر عمو، پسر خاله، دختر خاله، فامیلای این چنینی کلن بینشون خیلی طبیعی و عادی هست، که شاید نامحرمتر از باقی باشه. بله، اصلا فکر میکنن چیزی به نام نامحرمی نیست. همین چند وقت پیش یه سوالی طرح شده بود که میگفت من نمیتونم ازدواج کنم با دختر عموم، چون از کوچیکی با هم بزرگ شدیم. خب من تعجب کردم که خب حالا بزرگ شده باشیم جهتش چیه. متوجه شدم از سوالشون که این اصلا حجابی از هم دیگه نگه نمیدارن، با هم رفت آمد میکنن، دست میدن، صحبت میکنن، سر سفره میشینن. خب نمیتونه با این دیگه الان برنامه ازدواج و زناشویی داشته باشه. خیلی اسلام قوانینش زیباست. زیباترین ازدواج ها که لذت بخشه اونیست که با تمام حرمت نگهداری ها انجام میشه. سعی بکنیم دستورات اسلام رو کامل رعایت بکنیم. چیزی به نام فامیل غیر از محارم ما نداریم. حتی در محارم هم اینم خوب دقت کنید. بعضی میگن خب محرمه، محرم که اشکالی نداره، یا زنها با هم دیگه، اینا که مشکلی نداره. ما یه چیز داریم اسمش حیاست. ممکنه شرعا اشکالی نداشته باشه، اما حیا خوبه. شما نگاه میکنید در احوالات پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، در حضور مردان و دوستان که میشستن، کسی زانوی پیغمبر رو هیچ وقت ندیده بود، با اینکه لباسهای اون زمان به شکلی بود که خیلی راحت، حالا در اثر راه رفتن یا پله بالا رفتن یا باد اومدن یا نشستن، بله نشستن، طریقه نشستن، لباساشون کنار میرفت، زانو پا پیدا میشد. هیچ کس زانو پیغمبر رو ندید. یعنی اونقدر مؤدب میشستن، لباسها رو صاف میکردن، در حال بلند شدن اونقدر قشنگ. من تو سیره بعضی از علما شبیهش رو مقداری دیدم که چقدر مراقب بودن دستشون در نیاد، سینه‌شون پیدا نشه، با اینکه مرد هیچ اشکالی هم نداره در حضور مردان دیگه. زنها هم همینطور، زنه اما هیچ وقت مقابل دیگران آرایش نمیکنه، مگر در موارد خودش، مگر با حلال خودش، مگر توی سری مراسم وکه، اما لباس نازک بپوشه، لباس توری بپوشه، بدنش اونطور تو مراسم بین زنها، نمیگیم حرامه، در حالی که تو بعضی از صورتها و صور و بعضی افراد ممکنه حتی بین همجنس خودش هم دچار اشکال بشه. اما علی حال حیا خوبه. مطلوب بسیار خوب. به عنوان آخرین سوال جا خدمتون سلام کردن و پرسیدن در نماز استیجاری نیت چگونه است و شروع نماز با نماز صبح هست یا خیر؟ اشکالی نداره اگر از نماز صبح یا نماز ظهر شروع کنید و به همون ختم کنید. و اینا که نماز استیجاری میگیرن در نیتشون این هست، اگه شخص رو میشناسن، مثلا شخصی هست اسمش حسن هست، میگه من نماز قضا به نیابت از آقای حسن به جا میآورم قربتن الله تعالی، نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء تو ذهنش مرور کنه، یعنی همین اندازه. اگه اسم طرف رو هم نمیدونه مشکلی نداره، بگه از همون کسی که من برای خاطر نمازهای او اجیر شدم، نیابت گرفتم. تو ذهنش مرور کنه، لازم هم نیست دقت کنه، تمام نیت مرور کنه، بعد تکبیرت الاحرام. همین اندازه که یکی ازش سوال کرد چیکار داری میکنه، بگه من نماز استیجاری ظهر رو میخونم، نماز استیجاری عصر رو میخونم. یه جوانی بود پریشب، خیلی برام جالب بود. ما زیاد تو برنامه بعضا عرض میکنیم اگه کسی مقداری از عمرش تو نمازها کوتاهی و کاهلی کرده، شروع کنه با هر نماز یه نماز قضا بخونه. میدونم به زبون من دارم میگم، اولش مقدار سخته. بعضی هم شروع میکنن چون خب بالاخره بیدار شدن، خوشحالن از آشنایی و دوستی با خدا که پیدا کردن و بیشتر شده، به خودشون فشار زیاد میارن، خیلی نماز قضا میخونن، ممکنه مقدار از اون طرف اذیت میشن. این جوان گفت که من از وقتی که یه صدایی شنیدم و به من گفتن که برگرد، بس یه همچی تعبیری، خلاصه خیلی تکون خوردم، توبه کردم و شروع کردم به قضا کردن نمازها. دیدم 7 سال نماز نخوندم،
شروع کردم با هر نماز یک نماز تکرار کردم. الان از اون قصه 15 سال میگذره، نمازام تمام شد و الحمدلله خیلی چیزا گیرم اومد. خدا بهم خانم خوبی داد، بچه خوبی داد، زندگی خوبی داد و لذتی که الان دارم میبرم شاید اون روز منو به حتی فامیل به عنوان یک آدم سفیه کم عقل نادونه، اما از برکت بندگی خدا آقایی پیدا کردم، از برکت نوکری امام حسین تو هیئت بین مردم شخصیت پیدا کردم. به خودم میگم صد بار بدی کردی و دیدی ثمرش را، خوبی چه بدی داشت. بیایم ان شاء الله با خدا رفیق‌تر بشیم. شب جمعه است، از ارواح معصومین علیه السلام، از حضرت زهرا سلام الله علیها کمک بخوایم. چند روز دیگه هم ولادت بی بی هست، عهد کنیم یه زمانی رو مثلا تا ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها زمانی قرار بدیم که ببینیم میتونیم خودمون رو نگه داریم یا نه. نمیگم یه زمان طولانی، تا ولادت چیزی نمونده. لابلاش هم روز شهادت ام البنین علیه السلام هست، اگه تونستی تا اون روز استقامت کنید یا بکنیم، یه مجلس خیلی گرم و پر اشک بر حضرت ام البنین بریم، یا اگر تونستیم خودمون بگیریم بازم ازش استمداد کنیم. آقا فقط تا ولادت از زهرا نه بیشتر. ببینم نقطه ضعفم کجاست، تو مالمه، تو نگاهمه، تو دلمه، تو رفاقتمه، تو گوشی موبایلمه، تو دوستایی که دور و من، یه مقداری همه رو بریزم دور، هر چی هست کنار بگذارم تا یه مدت. اول شاید مقدار سخت باشه، من راستش رو بخواید سخت‌تر از ترک مواد مخدرم شاید بوده باشه اعتیادش، اما اگه انسان کمک بخواد خدا کمکش میکنه. وقتی خدا کمکش کرد آرامشی پیدا میکنه، لذتی میبره که از تمام لذت‌هایی که قبلاش بیشتره. اعتراف میکنیم که سختی‌ها یعنی شیرینی گناه، سختی‌هایی در کنارش هست که شیرینی رو تلخ میکنه. بسیار. اما بندگی خدا شیرینی داره که همه شیرینی است. خدای به حق این شب عزیز، به حق سید الشهدا علیه السلام، ما رو در مسیر بندگی استوار بفرما. خیلی متشکرم آقا، ممنون از دعای خوبتون. شاید به نوعی چکیده تمام این صحبت این باشه که ما ترک محرمات و انجام واجبات رو نمیگیم که کار آسونیه، ولی لذت خیلی شیرینی داره. خیلی متشکرم، ممنونم که امروز هم برنامه نگاه کردین. تا برنامه بعد، یا علی مدد. خیلی متشکرم.